امروز سالگرد عملیات غرورآفرین مرصاد است، عملیاتی که به گفته فرماندهان آن خواب دشمنان انقلاب و نظام را برای همیشه آشفته کرد. پس از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل، منافقین که حیثیت خود را بر باد رفته می‌دیدند و در عمل به هیچ یک از اهداف خود دست نیافته بودند، در تدارک نقشه شوم دیگری برآمدند. عراق، اردوگاه اشرف، دوم مرداد 67. جمع 5000 نفری نیروهای منافقین در محل اردوگاه با هیجان منتظر سخنرانی سرکرده خود برای عملیات فردا هستند. رجوی که یک ساعت پیش از جلسه محرمانه با صدام بازگشته، خطاب به جمعیت غفلت زده چنین میگوید: وقتی به تهران رسیدید اتاق کار سابق مرا آماده کنید، تا 48 ساعت هر کاری که خواستید بکنید و هر کسی را که خواستید بکشید، تا اینکه من فرمان عفو عمومی بدهم. صدام نیز در طرحی هماهنگ با منافقین و برای خالی کردن جبهه کرمانشاه که مسیر اصلی حرکت منافقین بود، از دو روز قبل حمله گسترده‌ای را در محور جنوب تدارک می‌بیند. عمده نیرو ما رفته به خوزستان، با ارتش صدام درگیر شدن. اونجا درگیری شدیدی بود، عمده نیرو ما در اونجا درگیر بودن، منافقین از این فرصت استفاده کردند. ساعت 6 صبح سوم مرداد، حرکت منافقین خوشخیال به سمت ایران از محور قصر شیرین آغاز می شود. اونجا گفتن به ما توی هفته اول به تهران می رسیم. نیروهای منافقین در روز اول با تصرف شهرهای قصر شیرین، سرپل ذهاب، کرند غرب و اسلام آباد غرب، هر جنایتی که می توانند در این شهرها انجام می دهند. ما کربلای امام حسین تو اسلام کربلای امام حسین تو اسلام آباد دیدم. یه آمبولانس هم داخل بیمارستان، دری که باز کردم خانم داشت میافتاد که گرفتیمش و اینا، فهمیدیم که شاید از همون لحظه که داخل آمبولانس گذاشته شده شهید شده. و یه چیزی که خیلی اسفناک بود و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم اینه که بچه‌اش داشت از شیر مادرش تغذیه می‌کرد. یک کامیون بود که داشت از ما دور میشد، یکی از ماشینای دوشکای ما که فاصله نزدیکی با اون داشت، اون رو مورد اصابت قرار داد و همه نفرات داخل کامیون کاملا قطع قطع شده بودن. نمیپرسیدن که اینا زنن بچن، دفاعی نداریم، اونا با اسلحه و ما با دست خالی. شهر کرم شد در اوج استقبال هموطنانمان در این شهر آزاد نمود و مطابقاً منافقین سرمست و هیجان زده پس از اسلام آباد پیشروی به سمت کرمانشاه را آغاز می کنند، تا اینکه در 30 کیلومتری کرمانشاه به گردنه چهار زبر می رسند. اینجا گردنه چهار زبر رزمندگان اسلام یک عملیات تأخیری را برای توقف منافقین آغاز کردند، تا در ساعات آینده با رسیدن نیروهای کمکی به منطقه عملیات اصلی انجام بشه. بسیج کم نظیر مردمی برای شرکت در عملیات خود را به اینجا رساندند. همه اقشار حضور دارند. چند سال دارم پیرم از 70 سال خدمت بکنیم آن؟ چند سالتونه؟ من 17 سال. لشکرهای کمکی از راه می رسند. جلسه مشترک فرماندهان سپاه و ارتش به این نتیجه می رسد که نیروها به منطقه پشت سر منافقین هلیبورن شوند تا آنها به محاصره درآیند. محل هلیبورن رو در ارتفاع مشرف به تنگی پاتاق پیدا کردیم. نیروهای خودی چند ساعت منتظر می شوند تا عقبه منافقین به طور کامل به تنگی چهار زبر برسند. از سه محور نیروها عمدتاً هدایت می شدند. یکی از محور گردنه چهار زبر بود، یکی از محور پل دختر بود به طرف سرای اسلام آباد، یکی از محور گردنه قلاجه به طرف اسلام آباد. عملیات اصلی یک نیم روز نفسگیر به طول می انجامد. اسلام آباد طرف جلوتر یه مقداری هست، البته اونجا به دست برداره یا آزاد شده، الان اینا محاصره هستن، دیگه چیزی نمونه، انشالله تا زور تمومه. مرصاد می شود گورستان 2500 منافق کوردل و فروغ جاویدان منافقین تبدیل به توخمی بیفروغ برای رجوی و اربابانش می شود. هر چیز نمیخوام، فقط امامم میخوام. درد سربازه رو سرم، درد بازاره رو سرم.